خب درود بر شما درود دوستان عزیز دوستان یه صحبت خیلی جالب داریم بهش میگن تعریف کارت پستالی از دنیای غرب من بگم چی شد یکی از این عقب افتاده که هفت سال ساله یعنی زندگی شده امید دانا اینا یه چیزی اومد منتشر کرد توی شبکه اجتماعی خودش یه 7 10 تا عکس کارت پستال از سان فرانسیسکو اومده بود منتشر کرده بود من میگو خاک بر کنم مثلا من اینجا زندگی میکنم فکر میکنی به تو فکر میکنم من که فکر نمیکنم تو به من فکر میکنی مطمئنم از دست من هرس میخوری هفت سال خودت پاره کردی ولی نکته جالب اینجا بود که 7-8 تا کارت پستال از سان فرانسیسکو نشون بعد سان که ما میدونیم <تصفح> چون زندگی خودشو نشون نداده اون که دیگه اون چیز <تصفح> اگه داشته باشه <تصفح> اون که اون نیارو بنده خدا فریباز باق بیشه اینجا میدونه که این حماله ولی این چیزی که وجود داشت این بود که نکته جالبی سان فرانسیسکو یک شهر خیلی بده از نظر واقعا هوملس و این آره ببین شما آمریکا آب و هواش خداییش خوبه ولی ما آخه ببین ما یه بخش حالا درست سان فرانسیسکو ما نرفتیم ولی خب ما ما بنکوور زندگی کردیم یه سفر کوتاه به سیاتل داشتیم خیلی مسائل رو تو این زمین ها دیدیم شرایط اونجا و میدونیم که همون انجام که بزنم قربونش برم تمام ایالت های آمریکا و ایالت های کانادا کپی پیس از هم دیگه است واقعا وضعیت باری داره بعد وقتی استو... که ما شروع کردیم خیلی دوربین برداشتن حتی حت 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 شما وقتی به انگلیسی سرچ کنی خیلی ها هستن اون روز یه پیج اینستاگرامی پیدا کرده بودم الان خاطرم نیست اگه یادم بیفته میذارم زیر نویسه این برنامه بچه ها که یه آقای آمریکایی داره گزارش میگیره از هوملس های کالیفرنیا حالا یه چیزی میخواستیم ما اینجا صحبت کنیم حالا بحثمون در مورد هوملس و اون وضعیت بد نیست نگاه کارت پستالی چون مم. این آدم نرفته به خودش عکس بگیره کارت پستال گذاشته من میخوام حالا کلی بگم قرمتون برم با کارت پستال اگر میخوای جایی رو توضیح بدی سومالی و ایریتو و کشورهای حالا بعضی از کشورهای جنگ زدم حتی قشنگترین جای کره زمین میتونن باشن ببین شما مثلا یه تصویری که از سوئد بود خیلی ما همیشه مرکز می میرفتیم سرگل رو میرفتیم بالا تا منتوریت میدون منتوریت که میخوره به کاخ پادشاه کارگوستاف وقتی که میرفتیم خب اونجا یه منطقه توریستیه که مغازه ها مثلا توریست ها چون میان کارت پستال های سوئد رو باشن ام. یک دونه تصویر از ده ماه سال در سوئد اونجا وجود نداره ده ده ده. فقط اون دو ماهی که تابستون همه جا سرسبزه خیلی قشنگه تو گوگل سرچ بکنی همین دقیقاً یه همش شما سوئد رو سرسبز می‌بینی یعنی ولی این واقعیت سوئد فقط در دو ماهه بله. یه ده ماه سال که یک چیز دیگه ای هست ام. اینا در کارت پستالاشو بله. نمیان بزنن آخه کارت پستال که این دلیل نمیشه که شما با کارت پستال همه جای دنیا قشنگ کنید جان بله خب. اینکه از گل و بلبل به عکس بگیری و خب بله مثلا سوئد طبیعت زیبایی داره یا مثلا آره آمریکا برجای خیلی بلندی داره, داره. باید ولی زندگی ولی زندگی تو اونجا چه جوریه زیر پوست به قول شهر میگن چه خبره چه اتفاقایی داره میفته من یه مثال میزنم ما یکی از دوستان ما که یادت باشه قرار بود بیاد سوئد بعد دنگ و فنگی مثلا تونسته بود ویزا بگیره که خی... همین دوستای هم بله دوستان ساکن سوئدش که میرفتن ایران کلی برای این پوز و افاده می که آی به به ما سوئدی مو تا فلان دو دوست داشت اصلا به تو گفتم خونه ما فقط میاد یه دهنه شام مثلا ما بله. رو ببینه گف... چون خونه دوستاش بعد باشه آره من میام دوستامو ببینم حالا اگه وقت کردم شمارم رو میبینم که بعد همین دوستاش مثلا می اومدن برای این کلاس می سشتن تو ایران و, و بعد این چقدر به اینا رسیدگی میکرد و فلا اینا رو بیرون می برده کلی مثلا به هوایی که بعد دوستم از خارج آخه با ما دوست نه. با ما فقط یه آشنایی دور داشت با شما آره. ولی با اونا دوست صمیمی بود میام اونجا شما هم که حالا با ما یه آشنایی دور میام حالا مثلا حالا مثلا بیچاره فکر کرده بود ویزا بگیره بیاد مثلا سوئد اینا میخوان برای جبران کنن اون کارا رو با... فرودگاه آلاندا به پیشوازش و استقبالش و... بعد اومده بود اینجا هر کدوم یه جوری پیچونده بودن که مثلا یکی گفته بود نه من نیستم و یکی من بچم مریضه و اون یکی اینجوری اینجوری خلاصه ستا رفیقا هر ستا حتی حاضر نشده بودن اینو مثلا یه شام دعوت کنن خونشون چرا؟ چون خونه ها داغان زندگی ها از هم پاشیده همه طلاق خونه گرفته خونه یکیشون یه شب رفت که گفته بود باشه خود شام درست کن اینا و این بنا حتی, ها، حتی ها تا سنتروم هم این بیچاره رو نبرده بود که مثلا ام. یه چرخی بزنه انقدر بیچاره افسرده بوده بعد 24 سال فقط گریه میکرد که میخواست برگرده دیگه گفت آره. من چرا اومدم سوئد میخواست برگرده که تو... زنگ زد به ما که آره. من بلیطمو گرفتم میخوام برگردم و اینا با ك... گریه گریه زاری که دیگه بالاخره روز نگرش داشتیم دیگه حسابی بود ولی میخوام بگم که کسایی که انقدر کارت پستال به قول من. شما میذارن چرا از زندگی های خودشون نمیذارن هیچی ندارن شما. چون هیچی هیچ ندارن, چی ندارن. ما با سطح زندگی این جه پی... ها... جه پی کسی که این تب دارن فخ فروشی قلبو چی ندارن مه. ببین شما همین موردی که اینجا فریباز باق میشه 24 سالی همه ادای بعد ما فهمیدیم حتی یه لونه نداره این بنده خدا که خریده باشه یعنی همهشون این داستانشون مه. و خیلی برام جالب بود که حالا این آقا اومده بود که کارت پستال داره نشون میده کارت پستال آخه یا حتی ما خودت یادت باشه ونکوور که رفتیم اولین بار دیدیم که وای چقدر از برجاشو اینا خوشمون اومد در صورتی که همون منطقه برج نشینه مرکز شهر پایین همون برجا یک سر هوملسه بعد چرا عکسایی که میگیری اون برجه رو میگیری ولی پایین اون برجه رو که اون همه هوملس چادر زدن وقتی را میری ببخشید از بوی تعفن ادرار نمیتونی تو خیابون بری برجا... اونا رو ولی دیگه تو کار پستاله به تصویر نمیکشن برای شما اون برجه بهش میگن منطقه دانتان دیگه بهترین بله. جا اصلا اونجا شما خونه ها خیلی گرونه برای اجاره حتی یعنی شما برای اجاره باید حداقل ماهی 5 هزار دلار پول بدید برای یه آپارتمان بعد تازه این پول هم اگر داشته باشی بهت نمیدن چون مافیایی تو خودشون تقسیم میشه اون خونه های برجی توی حالا خریدشو رو که اصلا دیگه صحبت نکنیم ما صحبت اجاره داریم میکنیم ولی همونجا که دیگه گرون جاست که مافیایی بدون خونه ها رو میدن ببخشید بدترین منطقه هم هست خلاصه بچه ها صحبت سر اینه که توی گوگل و با دو چهار تا با... کارت پستال نمیشه زندگی در اون کشور رو متوجه شد چه شکلیه آره شاید مثلا دو سه ماه تابستونش مثلا آب و هوای خوب و طبیعت زیبا داشته باشه یا یه کشوری بله خیلی برجای بلند و زیبا داشته باشه خب ولی زندگی در اون کشور چه درصد مالیاتش چه سیستم پزشکیش چه سیستم مدارس و آموزشش چه جوریه اینا چیزایی که شما میتونید همینجوری با چارت تا کارت پستال تشخیص بدین و و اینجوری به چه چه میکنن و تبلیغ عموما میبینید تو پوستر که تبلیغ مهاجرت میکنن اینا همه از همین کارت پستال های زیبا استفاده میکنن ولی خب مشکلات اون کشورها رو شما باید اتفاقا از اخبار دست اول رسانه های همون کشورها برید پیدا بکنید و بخونید که حالا ما توی این برنامه داریم همین کار رو میکنیم در واقع از همون رسانه های دست اول مثل دویچه وله مثل بی بی سی مثل سی این رسانه های خود کشورهای آمریکایی و اروپایی میریم و اخبارشون رو در میاریم و با هم تحلیل و بررسی میکنیم صحبت رو طولانی نمی کنم امیدوارم خوب و خوش باشین و در واقع سعی کنیم که ظاهر رو فقط نبینیم دیگه پشت در واقع قضیه رو هم ببینیم بین سطور هم بتونیم بخونیم پاینده و خوب و خوش باشین بدرود